اگر اندازه زمین دو برابر می بود چی می شد؟ زمین پر از شگفتی، اتفاقات جالب و بلاهای طبیعی است که هر روز در حال تغییر دادن شکل کره زمین است. علی‌رغم تمام این تغییرات، یکی از ویژگی هایی که زمین هرگز دستخوش تغییر نمی شود و آن هم اندازه کره زمین است. اما چی می شد اگر اندازه زمین ناگهان دو برابر می شد؟ بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است به این نتایج رسیدن که توجه بیشتر شما را بدان جلب می کنم. اما قبل از آن فراموش نکنید که چینل کابل میدیا را سابسکرایب نموده و زنگ را فشار دهید. شماره 1. وزن ما انسان ها بیشتر می شود. اگر قطر زمین دو برابر شود اما شکل آن مثل قبل بماند، حجم زمین بیشتر شده و جاذبه هم دو برابر قوی می شود. این اتفاقات باعث بیشتر شدن وزن ما می شود. شماره 2. قد موجودات کوتاه‌تر می شود. اگر ستون فقرات مدام به سمت پایین کشیده شود، فشرده تر می شود و در نتیجه همه موجودات کوتاه‌تر می شوند، چون دائما به سمت زمین کشیده می شویم. به همین دلیل است که فضانوردان معمولاً 5 سانتی متر در فضا رشد می کنند. جاذبه کمتر باعث می شود مایع بین استخوان‌های مهره‌ها افزایش پیدا کند و بلافاصله وقتی به کره زمین برمی‌گردند، قد آنها دوباره به حالت عادی برمی‌گردد. شماره 3. ورزشکاران خوب نمی شدیم. با بزرگتر شدن اندازه زمین، حرکات ما کندتر می شود و سخت‌تر می توانیم بپریم یا راه برویم، چی برسد به دویدن. زودتر خسته می شویم و به استراحت بیشتری نیاز پیدا می کنیم. البته با گذر زمان استخوان‌ها و ماهیچه‌ها قوی‌تر می شوند تا بتوانند وزن بالای بدن ما را حمایت کنند، اما باز هم نمی توانیم ریکارد‌های ورزشی ثبت کنیم. شماره 4. حیوانات متفاوت می شدند. سرعت سیر تکاملی بالا می رود و فرایند انتخاب طبیعی رخ می دهد. حیوانات کوتاه‌تر و قوی‌تر می شوند. افتادن از بلندی عواقب بدتر به دنبال خواهد داشت. بنابراین حیوانات بالا رونده باید از چنگال‌های قوی‌تر برخوردار باشند. شماره 5. درختان فرو می ریختند. رشد درختان محدود است و دلیلش هم جاذبه است. ساده تر بگویم، یک درخت تا زمانی که مقدار انرژی که از فتوسنتز دریافت می کند بیشتر از انرژی که برای انتقال آب به بالای درخت نیاز دارد باشد، رشد می کند. افزایش جاذبه این تعادل را به هم می زند، زیرا به انرژی بیشتر برای رساندن آب به بالای درخت نیاز دارد. بنابراین درختان بلند فرو می ریزند و درختان کوتاه هم به اندازه کافی رشد نمی کنند. شماره 6. کوههای آتش فشان طغیان می کردند. مقدار عناصر بی‌ثبات درون زمین با حجم بیشتر افزایش پیدا می کنند و منجر به حرارت بالا و فعالیت های آتش فشانی بیشتر می شود. بنابراین آتش فشان های خاموش سراسر دنیا دوباره بیدار می شوند و شکل زمین را تغییر می دهند و به دنبال آن تغییرات آب و هوایی ایجاد می کنند، زیرا گاز خارج شده در اثر انفجارها روی اتمسفر تأثیر می گذارد. دوستان عزیز، امیدوار هستم معلومات مورد پسند شما قرار گرفته باشد. برای حمایت ما چینل را سابسکرایب نموده و زنگ را فشار دهید. تشکر از توجه شما.